آموزش. صدای آبادی. سلام شنونده عزیز برنامه صدای آبادی. آیا شما از وجود مورچه ها در خانه و دکان هایتان رنج میبرید؟ این قبل تکلیف شدیم که ما را چند دفعه پیش میمانا هم کم آورد غذا پیدا میشد. چرا مورچه ها تنها در خانه و یا دکان ها پیدا میشوند؟ موجودیت مورچه ها در خانه و دکان ها سبب چی مشکلات شده میتواند؟ راه حل به این مشکل چیست؟ برنامه این هفته ای صدای آبادی را مخصوص صدیقی برتان تقدیم میکنم. در جهان در حال تقریباً 12500 نوع مورچه شناسایی شدند. تحقیقات نشان می‌دهد که بعضی از این مورچه‌ها مضر و خطرناک هستند و سبب امراض خطرناک می‌شوند. یک نوع این مورچه‌ها به گونه‌ای هستند که اگر شخص را بگزد سبب مرگ وای شده می‌تواند. اما مورچه‌هایی هم هستند که زهری نیستند و با گزیدن سبب مرگ انسان‌ها نمی‌شوند. این همان مورچه‌هایی هستند که بعضن ماده چهار اطراف خود، یعنی در خانه، آشپزخانه و جاهای دیگر می‌بینیم. سوال اینجاست که آیا این مورچه‌ها به مردم مشکل ساز هستند یا خیر؟ نام مصفی الله می باشم، باشنده کابل می باشم. در خانه ما در کلکین مرچه لانه جور کرد. از این مرچه ما یک به تکلیف شدیم که لانه از این مرچه را ما سر سمت و سر گچ و سر گل سر هر چی پت کردیم. خوی مرچه ما را یک به تکلیف کرد که می بسته کلکین را گرفت، از کلکین ای بسته روی خانه را گرفت. بالاخره به ما در نان در او می آمد و ما را چند دفعه پیش می مانا هم کم آورد در غذا پیدا می شد. نامم زرلشت است، باشنده کابل. یک چند مدت قبل خانم بیادرم مریض بود در شفاخانه. ما به خاطر تداویش بسیار پرسان کردیم. باز بالاخره یک کسی که دوای یونانی را میفروشه برام گفت که عسل همراه سیادانه میکس کو ایره برش بده خوب میشه. من چندین قوطی عسل خریدم و سیادانه همراهش میکس کردم، در طاق ماندم. فردا که برش بردم و او سمو عسل و سیادانه بر خانم بیادرم دادم، دلبدی پیدا کرد، بسیار وضعیتش خراب شد. باز وقتی که قوطی های عسل به دقت دیدیم، به همراه همه سیادانه مورچه هم همراهش گد شده بود که ما دیده نمیتونستیم بخاطر که رنگ اردوش سیاست. و بازمو بود که فامیل و بیادرم اردوشان سرم بسیار قار شدن و من بسیار خفه شدم. جمشید هستم از اولسالی پغمان. در زیر دکان کدام جور کنیم امیتا کویش، یعنی چیزها رو بردیم اموجه میمونیم. شاگردم آمد گفت استاج بیا کدیم داخل جای بره مرچه پیدا شده که روی را زیر چی رقم کنیم. با ما رفتم دیدم که دیگه کدام رای نداره. بروز یاف از بجایش باز مزدرکار آوردن، نیر کشیدن و پاکاری کردن، دفته انداختن، خشک شد. باز یکم کم دیگه خوب شد. موجودیت مورچه ها در خانه و دکان سبب شده بود تا تعدادی از مردم ضرر اقتصادی نمایند و از سوی دیگر به بعضی امراض دچار شوند. در این مورد از دکتر داخل از یار رحمان منگل میشنویم که مورچه های عادی که در محیط ما دیده می شود سبب کدام امراض می شود. باعث بسیار زیاد مشکلات میشه. مثلا دیزینس، امی سرچرخی یا گنگسیت را پیدا میکنه، نفر را از بین ببره و نفر را در حالت کما برسانه. حتی امی مرچه فشار خون را کاهش میکنه، استامیک اپسید یا فونت میدان پیدا میکنه، در نفس گرفتن مشکلات برش پیدا میکنه. همچنان میتونه امی مرچه سبب بیشتایی، الرژی و استفراغ دلبدی امی چیزا را پیدا کنه، در جلد خارش، پندیدگی و اوله ها پیدا کنه. به گفته دکتران، هر آن مواد غذایی که انسان از آن استفاده می کند، اگر در آن مورچه ها نفوذ کنند، در کنار ضرر اقتصادی، انسان را به امراض مختلف چون بی‌اشتهایی، امراض جلدی و پایین آوردن فشار خون و غیره دچار می سازد. مورچه ها معمولاً در دکان، خانه و آشپزخانه لانه جور می کنند و اکثراً از مواد خوراکی انسان استفاده می کنند. حال سوال اینجاست که چرا مورچه ها در خانه، دکان و یا زمین های زراعتی پیدا می شوند؟ در این باره از چند تن می شنویم. نام من نثار احمد است، از ولایت پکتیا. علت پیدا شدن مرچه یه است که در آشپزخانه یا در اتاق توتای نان و یا دیگه چیزای شیرین که میافته و اونا باز مرچه میایم و مثلا مادر یا در خانه کدام دیگه نفر هر چیز میخوره و زراتش همیتو میمانه در جای با اوجه مرچه میایه و اوجه هجوم پیدا میکنه. در خانه که مثلا ما غذا میخوریم که زراد دفته بازوجه هم مرچه میایه. مثلا اتاقه که زیاد مرتوب باشه، گرم باشه، اوجه هم پیدا میشه.
دلیلی که مورچه ها به قوطی عسل داخل شده بودن، اولش خوب بخاطر خانه های ما نمدار می باشه و این باعث میشه که مورچه ها اونجا خانه داشته باشن و دیگه حفظ الصحه صحیح نداریم ما که متوجه باشیم و میشه هر جا پاک کنیم. و دیگه ای که عسل شیرین است و مورچه خاصیت شمیست که خوردنی شیرین میه. لطفالله هستم، باشنده ولایت کابل. مردم دقیقه ایشان نیستن و فکر میکنن که مورچه ها به ضرر هستن و برکت ضرر نمیرسانه، ولی در حقیقت وقتی که تعداد از یا روز به روز زیاد میشه واقعا متضرر هم هست و به همین خاطر ایش دقیقه از این نمیشه که کنترل کنه و یا هم جلبشانه بگیره و تعداد از یا زیاد میشه و ایرا نمیفهمن که از کدام طریقه و یا از کدام شیوه ها استفاده کنن که مورچه ها از این منطقه کوچ کنن و یا هم گم شون. یک علتش هم نمیستن که مورچه ها عموما جای میرن که انسان ها اونموج زندگی میکنن، چرا که مواد غذایی که انسان ها استفاده میکنن مورچه ها هم به حیث تغذیه از اونمو مواد استفاده میکنن و امی علتش هست که در اشپزخانه ها، دکان ها و خانه ها زیاد پیدا میشه. نمی پاش شدن میدگی نان، برنج، شیرینی و نمی چیزا سبب میشه تا مورچه ها تکثر کنن زیاد شد. محمد ناصر هستم، باشنده کابل. مورچه ها میفهمین که به خاطر مواد خوراکیشان که میخواین که ذخیره داشته باشن، به خاطر مواد خوراکی بیرون مبراین، همین جایی که غلجات باشه و گندم و برنج و آرد و چیزا که ریخته باشه جایی میان اونموجه پیدا میشن و یا غلط شم میشه که طفلا که غذا و چیزایی را که میخورن در خانه تیت میشن و از اون علت هم هست که مورچه ها دموجه پیدا میشه و هم موسمی هم میباشه. زمانی که پاک نباشه جایی یا نم داشته باشه و یا چیزایی ریخته باشه پیدا میشه. شنونده عزیز، شما شنونده برنامه صدای آبادی هستین. اگر در مورد این برنامه و سایر برنامه‌های تعلیمی مو نظر و پیشنهاد دارید، با شماره تلفن 020-245-5101 به طور مستقیم با همکاران ما به تماس شوید. همه خوراکایی که انسان از آن استفاده می کند مورد علاقه مورچه ها نیز می باشد. به هر رقم خوراکه ها خود را می رسانند و در بیشتر موارد دیده شده که به غذاهای سالم نیز ضرر می رسانند. همچنان یکی از منبع هایی که برای مورچه ها قابل اهمیت است گدام های خوراکند. زمانی که به گدام راه می یابند باعث ضرر اقتصادی می شوند و دکانداران و مالکان گدام ها مجبورند که مواد خوراکی که مورچه ها در آن نفوذ کردند آن را دور بریزند. اما اینکه موجودات زنده، مضر و غیر مضر در زندگی ما نقش مهم دارن و قوانین جهانی هم اجازه ای از بین بردن هر گونه موجود چی مضر باشد یا غیر مضر را نمی دهد. حال می خواهیم بدانیم که چگونه می توانیم اشر مورچه ها در خانه و دکان در امان باشیم. در این باره با تجربه چند تن گوش می دهیم. یک رفیق مرا گفت پست بادرنگ بگی استفاده کن، انشالله گفت سر این مورچه بد می خوره. باز من این کار کردم دیگه، واقعیت از ذره کم کم گم شده رفت. خود بارنگ پوست کردیم دیگه، انداختیمش دیم پیشای خانه مرچه، خورتره خورتره ریزیش کردیم انداختیمش دیگه، بازو دیگه نمیفهم بوش سرش بعد میخوره دیگه، به مو حساب گم شد. نام محمد صادق است، از میدان وردگ هستم، باشنده کابل. در خانه ما یک باغچه است، ایجا آلو بالو است، انگور است، سیب است، همه چیز درخت ها است. یک روز متوجه شدم که دمی انگور مورچه ها بود. همین تو خوب سعی کردم که برگایش تغییر شد، یک رقم زرد شد که متوجه شدم که برگار خراب کرده، پایین و بالا میره. در زیر امی انگور نانا کاشتم که این مورچه ها گم شوه. این مورچه از بوی نانا بد میبره گم میشه. نام من نثار احمد است، از ولایت پکتیا. از بین بردن مورچه ها ما از لیمو استفاده میکنیم. لیمو که است بوی تیز داره و بسیار خاصیت اسیدی داره. از امو خاطر که وقتی ما لیمو را سراخ سراخ میکنیم بوی لیمو نشن میشه و ای باعث مورچه ها کوچ میکنه از ساهم و جای دیگه میره. اسم ما حمیدالله احمد است. در خانه ما مورچه ها بود، مادر ما در یک کاسه آب بنداخت و باز بوران داختیم. دیگه رای حالی است که مورچه ها از خانه ما و شما کوچ کنه. یک رای حالی است که مورچه وطنی باید سرش بنداختیم و سرکه و نانه را میده کردیم، سر خانه مورچه پاش دادیم، باز بخاطر این مورچه ها کوچ کرد. رای علی گم شدن مورچه ها ما زیاد طریقه را تطبیق کردیم، خب به این جای نرسیدیم. بالاخره ما را مجبور ساخت که در اینترنت جستجو کنیم. از آن جستجو ما یک چیز به نام دارچین پیدا کنیم. دارچین بالاخره یک قاشق از این را گرفتیم، ما در نیم گلاس او انداختیم، دور و بر خانه مورچه انداختیم. این مورچه به مرور زمان همراه از این دارچین گم شد، چون که دارچین یک بوی بسیار
بد داره که مورچه که تزو بوی حساسیت داره و نمیخواه بوی دارچین اس کنه. بخاطر امو بود که امو مورچه از اون امون جا گم شد. مورچه ها از بی‌احتیاطی انسان در خانه و دکان ها پیدا می شوند. زمانی که هر آن خوراکی را که مورد علاقه مورچه ها باشد در جای بگذاریم که مورچه ها بتوانند به راحتی دسترسی پیدا کنند، بدون شک در پیدا شدن مورچه ها با آنها همکاری کرده ایم. اگر مورچه ها در مواد خوراکی نفوذ کند، بعد از آن انسان آگاهانه و یا غیر آگاهانه از آن استفاده کند، سبب مشکلات صحی چون دلبدی، بی اشتهایی و بعضی مشکلات دیگر هم شده می تواند. به خاطر که از پیدا شدن مورچه ها در خانه و دکان جلوگیری کرده باشیم، در قدم اول باید آرد، بوره و هر آن مواد خوراکی دیگر که مورد علاقه مورچه ها بیشتر هستند در جای محفوظ نگهداری کنیم و مطمئن شویم که مورچه ها با آسانی نمی توانند آن را پیدا کنند. به این گونه تا حد می توانیم از ضرر مورچه ها چه در خانه و چه در دکان در امان باشیم. شنونده عزیز، برنامه را که شنیدین همکار ما استاد فضلی در مؤسسه تعلیمی افغانستان تهیه و نوشته کرده بود. اگر میخواین این برنامه و سایر برنامه های آموزشی ما را هم بخوانین و هم بشنوین، با صفحه اینترنتی تجلی.اف سر بزنین.